مشکل اینجور کیک ها اینه که وقتی کیکش خیلی خوشمزه میشه دیگه حالا نمیتونید نخورینش، همیش گالی شد. از عطر بوش هم که دیگه نگم براتون. اجازه بدین یه اسلایس خوب بکنم اینجا که بتونیم کیکمون رو ببینیم. کیک خیلی نرم و خیلی خوبی شده. banana bread. خب من مطمئنم که رسیپی کیک موز رو همه جا میتونین پیدا کنین، ولی اکثریت خیلی وسواسی به خرج میدن وقتی میخوان کیک موز رو درست کنن. اگه وقت ندارید و میخواید یه چیز خیلی ساده پیدا کنید و سریع هم درستش کنید، این رسیپی شماست. پس قبل از هر کاری اول کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگم فشار بدید. کلی از این رسیپی های خوب و آسون و خیلی خیلی خوشمزه براتون دارم. خب میخواییم که با هم یه بنانا برد درست کنیم، کیک موز. حالا به حال این کیک موز هم اگر نگاه کنید اینقدر ازش رسیپی های مختلف هست، حالا رسیپی من خیلی هم ساده است، چون خیلی زیاد معمولا توی خونه پیش میاد که من موز داشته باشم که بخوام ازش درست کنم، پس نمیتونم رسیپی سخت رو دنبال کنم، باید رسیپی ساده باشه. موز وقتی به این حالت میرسه تو خونه ما دیگه هیچ کسی حاضر نیست بخوره، یعنی الان تازه دو سه روز هم توی یخچال مونده، خیلی از این بهتر بود که کسی دیگه حاضر نشد بخوره. اصلا موز میوه‌ای هست که خورده چی میگن سفت‌تر باشه، فرم باشه، بیشتر آدم دوست داره بخوره، در حالی که وقتی که این لکه‌های قهوه‌ای روش میاد موز خیلی شیرین‌تر و بهترم میشه و کاملا رسیده است. سه تاشو اینجا دارم که خیلی دیگه از اینم رایپ‌تر بود. کیک موزی که من میخوام درست کنم خیلی خیلی راحته. حالا چرا بهش میگن برد در حالی که این کیکه؟ این پنا معمولا برای خب نون دیگه، چون حالت لوف نون رو به خودش میگیره، برای هم بهش میگن برد. به اضافه این که کیک موز معمولا خیلی فلافی نیست، خیلی از اون پفکی و اینا هم نیست، یه خود حالت دنستر داره، جمتر داره، سفتر داره، برای همینه که بهش میگن نون، یعنی بافت نون رو بیشتر داره. حالا به هر حال چیزایی رو که احتیاج داریم، دو تخم مرغ احتیاج داریم، تخم مرغ حتما به دمای اتاق رسیده باشه، سه تا موز هست، نصف لیوان کره آب کرده، اندازه یه پیمونه یا یه لیوان گردوی خرد شده. اگرم نخواهید استفاده بکنید مشکلی نیست، میتونید توش کشمش و یا اینکه شکلات استفاده کنید اگر دوست داشته باشید، یا اینکه میتونید اصلا هیچی هم نریزید. یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر و یه قاشق چایخوری هم بیکینگ سودا احتیاج دارید، یعنی حتما بیکینگ سودا رو توش بریزید، چون با موز اکتیویت میشه و طعم کیک رو نه تنها خوب میکنه، به کیکتون کمک میکنه که رایز بشه. یک هشتم چایخوری نمک، یک سوم لیوان و یک سوم پیمونه شکر و یک و نیم پیمونه هم آرد احتیاج داریم که از آرد آل پرپز و یا اینکه اگر آرد کیک و یا شیرینی هم دارید میتونید استفاده کنید. اندازه یه قاشق چایخوری هم وانیل احتیاج دارید، یادم رفته بود اینو بهتون بگم. خب فقط تنها کاری که میکنیم اینه که ما چیز فلزی وقتی که موز رو داخلش کردیم نمیریزیم، یعنی سعی کنید موزتون رو حتما با قاشق چوبی له کنید، نه با قاشق فلزی. خوبیش هم به اینه که اصلا به میکسر الکتریک هم احتیاج نداریم و همه این کارا رو میتونیم با دست انجام بدیم. به این شکل حتما هم یادتون باشه با قاشق چوبی این کار رو انجام بدیم. دو تا تخم مرغمون رو با یک سوم پیمونه شکر مخلوط میکنیم. موزای من خیلی شیرینه، ولی اگر موز فکر میکنید که شما دوست دارید کمی شیرین تر باشه، واقعا میتونید بیشترش کنید. خب اینا هم میزنیم، بکنید که وقتتون رو بذارید تا اینو کامل هم بزنید. اگر حوصله ندارید اون وقت میتونید از میکسر الکتریکی اگه دوست دارین استفاده کنید، حقیقتش من استفاده نمی کنم. یه ورزشی هم میشه. واقعا وقتی به این حالت رسید که دیگه احساس میکنید شکر توش کاملا مخلوط شده دیگه کافیه. خب من میخوام یه قاشق چایخوری وانیل رو بهش اضافه کنم، دوباره همش میزنیم کامل. حالا دیگه وقتش هست که ما بخوایم کره و موزمون رو بهش اضافه کنیم. کره رو من اینجا آب کردم. حالا موز رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم. چون هم
من به دمای اتاق رسیده. من حتی موزم گذاشته بودم بیرون که به دمای اتاق برسه. حالا دیگه بهش 1.5 پیمونه آرد اضافه میکنید. فقط یه چیزی هم بهتون بگم، وقتی میخواید که آرد رو پیمونه کنید، سعی کنید که پیمونه رو توش نزنید. فقط بهتون نشون بدم که چطور پیمونه کنیم، چون پیمونه کردن آرد خیلی مهمه. باعث میشه که گاهی اوقات آدم آرد زیادی میریزه توی کیکش و کیک خیلی سفت در میاد. با یه قاشق یا یه پیمونه دیگه حالا بریزی توش و بعد اینو صافش کنید اینطوری. اینم 1.5 آرد. به این مخلوط ما 1/8 قاشق چایخوری نمک، 1/8 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1 قاشق چایخوری هم بیکینگ سودا اضافه میکنیم. هم میزنیم که کاملا مخلوط بشه. سعی نمیکنیم هم که زیادی هم بزنیم، به خاطر اینکه هم زدن زیادی این نوع کیک باعث میشه که اون رو یه مقدار چویی میکنه، یعنی باعث میشه که حالت جویدنی پیدا میکنه. فقط تا زمانی که این آرد مخلوط بشه. گفتم راحت درست کردنش، ولی باید دقت کنیم. گردو رو بهش اضافه کنیم. داخل قالبمون رو بهتر هست که کمی چرب کنیم. کم روش آرد میپاشم. البته بعضی دوست دارن که ته اینم موز بذارن. اگر دوست داشته باشید میتونید این کارو انجام بدید. معمولا بنان برد و اینجا حالت برد مصرف میکنن، یعنی به جای اینکه تهش بذارن، بعضیا اگر موز اضافه داشته باشید میتونید روش بذارید. من حقیقتش هیچ کدوم اینا رو نمیذارم، چون به اندازه کافی توش موز داره، دیگه نیاز به موز اضافه تر برای روش ندارم. اینجا که میرید زیاد میشنوید راجع به اینکه آه بیاییم نان برد درست کنیم. نمیتونم دیگه. حالا خیلی بچه ها تو خونه ها اصلا خاطره دارن از اینکه مثلا تو خونه نان برد درست میکردن. در همینه که از هر ورژنی شما فکر بکنید ما نان برد داریم. یه قسمتی از کالچر هم هست. حالا دیگه اینو میزنیمش توی فری که از باز دمای 175 درجه سانتیگراد گرم شده برای 50 تا 60 دقیقه. یعنی حتما من البته همیشه سر 40 دقیقه نگاه میکنم کیکمو، چون نمیخوام بذارم که اوورکوک بشه، ولی خب حتما یه خلال دندون یا چنگالی توش بذارید ببینید کیکتون پخته یا نه. به هر حال کیک فرها همه دماهاشون فرق میکنه، یکی ممکنه فر گازی استفاده کنه، یکی الکتریکی استفاده کنه. امتحانی هم کردم ببینم که چیزی بهش میچسبه یا نه. حدود 50 دقیقه طول کشید. تو بوشم که کل خونه رو پر کرده. ببینم که خیلی هم خوش رنگ شده. بنانا برد. خوش رنگ و خوش تیپ شده. خب کیکمون خنک شده. دیگه الان وقتشه که بخوایم این روی استایسی بکنیم. ببینیم توش چطوره. بفرمایید، اینم کیک ما. عالی شده. نه استایسی که من زدم آنه دیگه خیلی کوچولو بود، ولی ببینید چقدر نرمه. هنوز توش گرمه، ولی خب وقتش بود دیگه میتونستم اسلایسش کنیم. من که نتونستم جلوی خودم بگیرم این اسلایسش نکنم. اگه تا حالا درست نکردین حتما درست کنین. دیگه رسیپی از این آسان‌تر واقعا نمیشه. خب میشه که آدم کیک به این خوشمزگی رو ببینه و هوس نکنه. قبل از اینکه فر روشن کنین، تخم مرغ رو بذارید که به دمای اتاق برسه و موزا رو پوز کنین. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگم فشار بدید. نوش جونتون.